سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به چینل آشپزی با دنیای کابل. امید که از گزند روزگار در امان باشید و روزای خوش را سپری نمید. عزیزانم، امروز طرز تهیه قابلی پلو در نظر گرفتیم. امید که مورد پسندتان قرار بگیرد. دوستا، چینل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان شریک بسازید و همچنان نظریاتتان را در کامنت برای ما بنویسید. و جا داره یک تشکری خاص از دوستای نمایی که تازه به چینل ما پیوستن. مواد لازمه یخنیش عبارتند از 1.5 کیلو گوشت گوسفند، 2 عدد پیاز که ما به این شکلی خرد نمودیم، نمک، مقدار آب، عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته اول یخنیش آماده می سازیم. مقدار روغن در دیگ بخار اضافه می کنیم. روغن مقداخ شد، پیاز که 2 عدد پیاز را خرد نمودیم اضافه می کنیم. این را می گذاریم کمی سرخ شود. پیاز ما به این شکل که سرخ شد، گوشت اضافه می کنیم. دوستا خدا سرخ میکنیم که خونش خشک شوه و میخوام بویی که در گوشت هست از بین بره. نیم قاشق غذاخوری نمک اضافه میکنیم. گوشت یخنی به این شکل سرخ میشه. حال 2 گلاس آب جوش اضافه میکنیم و مدت 20 دقیقه میگذاریم که دیگه ما بخار بگیره. گوشت که نرم شد، باز آماده میشه یخنی. دوستای عزیز، بعد از 20 دقیقه گوشت ما نرم شده، به این شکل خوب سرخ شده. دوستای عزیز، برای قابلی ما 5 عدد زردک ضرورت داریم که ما به این شکل این خلال نمودیم و همچنان 1 گلاس کشمش و مقدار بادام که ما به این شکل خلال نمودیم، 1/2 گلاس بوره و مقدار ضرورت روغن ما کار داریم. حال مقدار روغن اضافه نموده به این شکل. دوستا، زردک بالایش اضافه میکنیم، میگذاریم که زردک ما خوب سرخ شوه. حال زردک ما که روغن سرخ شد، دوستا ببینین، این حال مقدار آب اضافه میکنم، میگذاریم که زردک ما نرم شوه به این شکل. زردک نرم شد، ما بوره که ضرورت داشتیم بالایان اضافه میکنیم. به شکل بوره را میگذاریم که خوب در مغز زردک بشینه. حالا کشمش اضافه میکنیم. کشمش آب خوب سر روغن سرخ میکنیم برای زردک. دوستای عزیز، کشمش زردک آماده است بر قابلی. دوستای عزیز، به خاطر قابلی پلو ما به 4 گلاس برنج ضرورت داریم. گیره از قبل همراه آب سرد، مد و 3 آب ششته، بعدن همراه آب شیر گرم به مدت 2 ساعت میره تر نموده و همچنان به خاطر آب روغنش ما به مقدار بوره، روغن، نمک، گرم مساله و زیره ضرورت داریم. دوستای عزیز، آله آب روغن شما دم میسازیم. 3 قاشق روغن اضافه نموده و همراه با 2 قاشق بوره.
رنگ بوره ما که سرخ شد، مقدار نمک یک قاشق غذاخوری نمک اضافه نموده و آب بالایش اضافه میکنیم به شکل رنگ آب روغنمون به شکل میشه، بالایش یخنیت اضافه میکنیم. حالا میگذاریم که جوش بیه، آب روغن ما ماده است، حالا سر مقل پس میکنیم. دوستای عزیز، حالا دیگه سر مقل میگذاریم، یک لیتر آب اضافه میکنیم همراه با یک قاشق نمک. برنج خود بالای آن اضافه میکنیم، نمک به خاطر اضافه میکنیم که دانه برنج ما نشکنه. برنج خود میگذاریم که دانش کم باره نرم شود، از دانه که نرم شد کم باره باز از آب صاف میکنیم. حال به خاطر که چسبوکی برنج از بین بره، یک مقدار آب سرد بالایش اضافه نموده، آبش که رفت دیگ برنج خود اضافه نموده به شکل دوستا دانش نرم شده. حال مقدار گرم مساله همراه با زیره به خاطر دم دادن اضافه میکنیم در برنج خود. این به شکل مخلوط میکنیم. دوستای عزیز، آب روغن که آماده نبوده بودم، این دو گیلاس مقدار آبش دو گیلاس است، بالای برنج خود اضافه میکنیم. آبش به این شکل از این زیاده زیادتر نباشه. ببینید دوستا مولم شد آب تزیر برنج. حال یخنی رو در بغل دیگ خود میگذاریم به خاطر که خامبوی گوشت ما خامبوی نته، کم بار زیره بالش اضافه میکنیم و در یک بغل دیگام کشمش زردک که آماده هم نمودیم اضافه میکنیم و همچنان مقدار بادامه که خلال نموده بودیم در بغل دیگ اضافه میکنیم. دوستای عزیز، برنج خود به دم میگذاریم، اول درجه مقل بلند میمانیم، دیگه ما که بخار کرد گوش خود میگیریم، برنج کم بار ترقص کرد درجه مقل پخش میکنیم، به مدت 20 دقیقه برنج میمانیم در دم. برنج ما که دم گرفت مقدار روغنه به خاطر داغ کردن روش داغ میکنیم و بالای برنج خود اضافه میکنیم. دوستای عزیز، قابلی ما آماده است، حال به حال میخواییم که بکشیم به خاطر که به کار ما آسان شوه. اول همی زردک کشمشه همراه با گوشت جدا میکنیم. به شکل حال بر قابلی خودم میکشیم به شکل دوستا ببینید. دوستای عزیز، قابلی ما آماده خوردن است. خدا کنه که شما دیگه خوشتان آمده باشه
و همچنان برتان آماده بسازید. شب و روز خوش داشته باشید. در پناه خداوند باشید. دوستای عزیز، چینل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان شریک بسازید. نظریاتتان را در کامنت برای ما بنویسید. تا ویدیوی بعدی در پناه خداوند باشید. خدا حافظتان. دوستای عزیز، دور از دلتان جایتان خالی است.